دومین روز آبان ماه برابر با 24 اکتبر سال 1251 خورشیدی برابر با 1872 میلادی، امضای لایحه ساختار جدید دولت از سوی ناصرالدین شاه قاجار، مشیرالدوله صدر اعظم ناصرالدین شاه در روزهای پایانی اولین سال صدارتش لایحه‌ای به ناصرالدین شاه تسلیم و در آن اصول تشکیلات جدید دولت ایران را پیشنهاد نمود. در مقدمه این لایحه به منظور اینکه شاه گمان نکند که قصد محدود ساختن اختیاراتش در بین است، نام یکایک تشکیلات دولت ایران را دربار اعظم خواند و با این مقدمه تشکیلات دولت را که دارای 9 وزیر و 1 صدر اعظم بود با حدود اختیارات صدر اعظم و هر یک از وزیران به تفصیل ذکر کرد. وزارتخانه های 9 گانه عبارت بودند از وزارت داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، علوم، فواید عامه، تجارت و زراعت و دربار. وی با تعیین یک وزیر برای بررسی امور دربار سلطنت، امور دربار را نیز زیر نظر صدر اعظم قرار داد. در این هیئت دولت صدر اعظم برجسته ترین فرد بود. نکته مهم دیگر مسئولیت وزیران در مقابل صدر اعظم و قطع ارتباط مستقیم آنها با شاه است. ناصرالدین شاه لایحه سپهسالار را پسندید و با امضای آن بدان اعتبار قانونی بخشید. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، پذیرش ایران به عضویت سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و اکثریتی از امضا کنندگان دیگر منشور ملل متحد را مورد تصویب قرار دادند، رسما موجودیت پیدا کرد. منشور ملل متحد اعلام داشت که عضویت سازمان ملل متحد به روی همه ملت‌های صلح دوست که الزامات و داوری آن را بپذیرند گشوده است. در ایران سازمان ملل دارای 14 دفتر نمایندگی و برنامه اجرایی می باشد. این واحدهای اجرایی و آژانس‌ها جمعاً تیم کشوری سازمان ملل متحد را در ایران تشکیل می دهند و تحت سرپرستی هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل که در عین حال سمت نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد را نیز عهده‌دار می باشد، وظایف خود را انجام می دهند. سال 1390 خورشیدی برابر با 2011 میلادی، در گذشت مهندس تیمور لکستانی، پدر برق ایران که در سلماس دیده به جهان گشود. او پس از اخذ دیپلم از دبیرستان فردوسی تبریز به دانشگاه فنی دانشگاه تهران راه یافت و در زمره 10 نفر اول پذیرفته شد و با اخذ رتبه ممتاز هم فارغ التحصیل شد. لکستانی از نخستین گروه مهندسان برق دانش آموخته دانشگاه تهران بود که پس از فراغت از تحصیل به صنعت برق کشور ملحق شد. در زمان ورود لکستانی به صنعت برق، کارخانه برق تهران در اختیار مهندسان چک بود و از آنجا که آنها تمایلی برای انتقال دانش و تخصص برق به ایرانی ها نداشتند، لکستانی و همکارانش خود را متعهد به کسب این تجربه و تخصص کرده و با مطالعه پنهانی نقشه های مهندسان چک امور حساس در اداره شبکه برق تهران را فرا گرفتند، تا اینکه سرانجام همین تعهد و تلاش سبب شد تا چک ها مجبور به ترک کارخانه برق شده و اداره کارخانه برق تهران بر عهده مهندسین داخلی قرار گرفت.